بعضی از شما اگر بنایی کرده باشین، میدونی شما یه متر دیوار اگه بخواییم بنایی بکنیم بکشیم، یه هفته بعد عمل بنا و یاد بکنه اینا. ما رفتیم در دل کویر پای کوه در یه جایی به اسم فردو، بعضن 60 متر، بعضن 80 متر، بعضن 100 متر زمین رو کندیم، رفتیم پایین و ده ها هزار متر مربع بنایی کردیم، تأسیسات درست کردیم، اسمشو گذاشتیم فردو، که اگر یه وقت مثلا حمله کردن به این آسونی نشه، به اینجا صدمه وارد کرد. نمیدونم، هیچکی نمیدونه که چقدر برای فردو هزینه شده، ولی میدونیم که از 84 شروع شده. من نمیدونم ما چقدر خرج کردیم که حدود 19000 سانتریفیوژ رو به هر حال راه اندازی کردیم، حالا یه تعدادی در همون فردو، یه تعدادی در نطنز. الان مجبور شدیم که یه چیز حدود 14-15 هزار تاشو باز بکنیم، اصطلاحاً میگن دیسمنتل، بریزیم اینا رو توی چه میدونم جعبه. حالا ما میگیم برای 10 سال دیگه، اونا میگن نه مثلا حالا ببینیم فعلا برای 10 سال بعد میشه. همین الان، همین الان با تکنولوژی که الان هست، این 19000 سانتریفیوژ ما خیلی هاشون در حقیقت یک 1/12 تا 1/22 کارایی سانتریفیوژهای کشورهای پیشرفته رو دارن. یعنی کاری که یه سانتریفیوژی که تو آلمان هستش، تو کانادا هستش، تو سانتریفیوژهای پیشرفته، کاری که یه دونه از اونا میکنه، ما در ایران با 12-22 سانتریفیوژ باید انجام بده. میتونید حدس بزنید که 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این سانتریفیوژا به لعنت خدا هم نمیارزه. این یارو هست با وانت میاد، آهن شدن، مس، مفرش، شوفاش شکسته، نمیدونم اینا رو میخریم، حتی به اونم نمیتونیم اینا رو بفروشیم. چرا بعد اینقدر خرج هسته‌ای میشه؟ با کدام منطق؟ کشوری که جایگاهش در بهداشت و درمان 126 هستش، چرا بعد به خودش اجازه بده که بیاد این همه بودجه رو بریزه به چاه ویل هسته‌ای؟ میدونید بودجه ما، بودجه آموزش و پرورش، اینا رو باید بدونید شما. میدونید بودجه آموزش و پرورش شما سال گذشته چقدر بوده؟ یه چیز حدود 24000 میلیارد تومان بوده. 24000 میلیارد تومان. که شما اگر این عدد رو تقسیم بر 80 میلیون بکنید، میشه سرانه آموزش و پرورش از 100 دلار هم کمتر میشه. و حال کشورهای توسعه یافته هلوهوش 8000-9000-10000-11000-12000 دلار هست. کی به ما گفت که حتما ما باید بریم پولمون تو هسته خرج بکنیم؟ دو روز تعطیل میشه، سه روز تعطیل میشه، وضع جاده هامون انقدر هولناکه که مرتب فقط اخبار مرگ و میر میاد. بعدم رئیس نیرو انتظامی میاد میگه که بابا درست رانندگی کنید، مثل آدم رانندگی بکنید، خوب رانند، سبقت غیر مجاز نگیرین، خوابتون میاد. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی‌ها بلد نیستیم رانندگی خوب بکنیم، دیگران این آمار رو ندارن پس برای ما خوب میتونن. نه، نمیگه که گیر و بور تو جاده های ما هم هست، نمیگه که پولامون همه رو اومدیم خرج سانتریفیوژ کردیم که تو دهن آمریکا بزنیم، نمیگه که پولامون اومدیم ریختیم تو چاه ویل فردو که تو دهن آمریکا بزنیم، به جای اینکه بیام با آموزش پرورشمون هزینه بکنیم، به بهداشت و درمانمون هزینه بکنیم، به جاده هایی که داس مرگ هستن بیایم هزینه بکنیم. به خاطر ایدئولوژی هر کالایی قیمت جهانی داره دیگه، یه بشکه نفت قیمت جهانیش مشخصه، اورانیوم 3% غنی شده هم قیمت جهانیش مشخصه. این قیمت جهانیش چقدره؟ برای جمهوری اسلامی ایران هر یه واحد اورانیوم 3% غنی شده چقدر داره در میاد؟ منتها ایدئولوژی میاد جلوی این اطلاعات رو میگیره، ایدئولوژی میاد جلوی این جور نگاه کردن به هسته‌ای رو میگیره، میگه هسته‌ای حق مسلم ماست، میجنگیم تا هسته‌ای رو به دست بیاریم. هسته‌ای میشه ایدئولوژی، هسته‌ای میاد در خدمت ایدئولوژی قرار میگیره، همچنان که جنگ 8 سال اومد در خدمت ایدئولوژی قرار گرفت و چه میدونم خیلی از مسائل دیگر سیاست خارجیمون. 8 سال قدرت دستشون بود، از 84 تا 92 قدرت دستشون بود. ایشون که الان اومده میگه محرمانه مال دشمن، غیر محرمانه مال دوسته، چرا از مردم مخفی میکنی؟ مردم باید بدونن اینا. از ایشون بپرسید، بگید که مجلس هفتم، مجلس هشتم، مجلس نهم در اون 8 سال چند بار با آقای
احمدی نژاد گفت آقای احمدی نژاد حالا هستی واقعا چیکار داریم میکنیم؟ به کجا داریم میریم؟ چقدر خرج داریم میکنیم؟ چقدر خرج نکردیم؟ من بهتون میگم چند بار ایشون که الان انقدر داره فریاد میزنه میگه همه باید بدونن، چرا یواشکی داری آقای روحانی اینجوری میکنی؟ ظریف چرا داری یواشکی چیز میکنی؟ نه صفر بار مجلسی که باید در رأس امور باشه در 8 سال صفر بار توضیح خواستش که ما چیکار داریم میکنیم در مورد هسته‌ای. نزدیک به 6 سال 5 سال خورده ای آقای دکتر سعید جلیلی مذاکره کردن. چند بار مجلس از آقای دکتر سعید جلیلی توضیح خواست که آقای سعید جلیلی غزه آلماتی 1 آلماتی 2 وین 1 وین شو آقای دکتر جلیلی چیکار داری میکنی برادر؟ تو هر دفعه که رفتی که گره رو گره بسته شد، تو هر دفعه که رفتی یه تقوای تحریم دیگه برداشت. چند بار مجلس توضیح خواست؟ صفر بار. اولا مشروع مذاکرات کمیسیون ویژه برجام از تلویزیون پخش شد، همین صحبت رو که آقای زیبا کلام کردن صفر بار صفر بار شبیه همین حرفا رو آقای ابوترابی زدن، آقای جلیلی هم همونجا جواب دادن، تاریخ دادن، گفتن تو مشروع مذاکرات هم هست. من متاسفم برای دوستمون آقای زیبا کلام که نه روزنامه ها رو میخونه، نه خلاصه اخبار رو میبینه، نه پیگیری میکنه. اتفاقا در چون اولا محرمانه نبود، تیم مذاکره کننده قبلی میگه آقا دوربینای بین المللی بیاد مذاکرات رو بگیره پخش کنه، آمریکایی‌ها قبول نمیکردن، طرف مقابل قبول نمیکرد. این بار اونا میگن دوربینای بین المللی پخش کنه، تیم مذاکره کننده ما درخواست کرد محرمانه باشه. آقای جلیلی دفعات مختلفی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شدن، همونجا از آقای بروجردی پرسیدن، گفتن آقای بروجردی شما رئیس کمیسیون بودی، این بوده یا نبوده؟ ایشون گفت بله. در صحن علنی مجلس حاضر شدن، گزارش دادن. به اضافه اینکه روند درست بود، آقای زیبا کلام درسته، آقای روحانی هر بار رفت مذاکره کرد اومد توافق شد، شاخص بورس سقوط کرد، سقوط کرد فعلا هم کمرش صاف نشده. ولی شما ببینید آمار رو نگاه بکنید، بنده سوال کردم از وزیر اقتصاد، شاخص دیگه کسی نمیتونه دست بزنه، شاخص الان دست همین دولت، سیستم بورس دست همین دولته. بعد از هر دور مذاکرات تیم مذاکره کننده قبلی شاخص بورس رفته بالا، نماد اقتصاد. چرا؟ چون اقتصاد با مذاکره پیوند نخورده بود، اقتصاد با سیاست پیوند نخورده بود، اقتصاد با دوز و کلک و دروغ پیوند نخورده بود آقای زیبا کلام، برای همین شاخص بورس میرفت بالا. ایشون میگه که چرا ما اینقدر هزینه کردیم. جالبه هر بار که در موضوع هسته‌ای خبرهای خوش میاد، اولین کسی که تیتر یک رسانه ها میشه آقای زیبا کلام دفاع میکنه ازش آقای هاشمی رفسنجانی میگه هسته‌ای رو من پایگذاری کردم و یادتون نره. هر موقعی که اونا یه اخم و تخمی میکنن میگن آقا کی گفت اینا این هسته‌ای رو شما بیاید بگیرید دستتون، هی باعث هزینه شد. این حرفایی که آقای زیبا کلام میزنه که آقا اینا اومدن نمیدونن اینقدر هزینه کردن در فردو، اینقدر هزینه کردن، اینقدر خرج کردن، اینقدر سانتریفیوژ ساختن، حالا رفتن جمع کردن، 10 سال دیگه نمیدونم کاسه بشقابی باید بیاد اینا رو. آقای زیبا کلام این نتیجه رو عوض نمی، شما بگو آقا اینا رو دادی چی گرفتی؟ شما با برجام رفتی همین چیزایی که هزینه کردیم براش، که اگر اینا چیزای به درد نخوری بود چرا اونا دارن؟ اینا اونا دارن. در نطنز ما غنی سازی میکردیم، اونا گفتن ما نطنز رو بمباران میکنیم. طبیعی بود که ما برای حفظ نطنز و برای افزایش قدرت خودمون در فردو تو زیر زمین سرمایه گذاری کردیم. یکی نطنز زدی فردو هستا، برای این دیگه هیچ وقت این حرف رو نزدن. این عامل بازدارنده است، تو همه دنیا هست. آقای زیبا کلام من یاد 100 سال قبل میفتم، زمانی که انگلیس ها آمدن نفت ما رو استخراج کردن، یه آقای مثل آقای زیبا کلام گیر آوردن، اون موقع نفت رو ریختن توی یه ظرف بردن بهش نشون دادن، گفتن می‌بینی سیارنگه، بو کن، بو کن. گفت پیف پیف چه بوی بدی میده. گفتن ها این چیز بد رنگه بد بو رو ما ازت میگیریم، تازه به دلار هم میدیم، میتونی بری اروپا کفشم بکنی، بری این ور اونور کفشم بکنی. همون تفکر امروز به راحتی و با آزادی و با استفاده از تریبون همین نظام که متهم آزاد نیست اما دویچه وله آزاده، رسانه آزاد اونجا هست اما رسانه آزاد اینجا نیست، خیلی راحت میاد همه چیز نظام جمهوری اسلامی حتی ایدئولوژیش هم میبره زیر سوال. ما میگیم آقا تفاوت همین است.